سلام. رئیس جمهور کرزای با آمریکا هشدار داده است که اگر ارتش افغانستان را با سلاح سنگین مجهز نکند، افغانستان از کشورهای روسیه، چین و هند خریداری خواهد کرد. رئیس جمهور میگوید ارتش برای مقابله با راکت پرانی پاکستان به سلاح سنگین نیاز دارد. این در حالی است که قرار است کابل تفاهم نامه امنیتی را با واشنگتن امضا کند. بدیل های منطقه‌ای برای افغانستان آمریکا را نگران نخواهد ساخت و جایگاه افغانستان در معادلات منطقه‌ای چگونه تعریف می شود و سرانجام آیا با امضا شدن تفاهم نامه امنیتی نگرانی های دولت افغانستان حل خواهد شد؟ در کنکاش امشب به این موضوع می‌پردازیم. میهمانان ما در این بحث آقایان دکتر عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نمایندگان افغانستان، دکتر محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت و صنایع افغانستان و ادریس رحمانی پژوهشگر مقطع دکترا در آمریکا هستند. میهمان عزیز بسیار زیاد خوش آمدید. آقای رحمانی با شما آغاز می‌کنیم. آیا واقعا نگرانی های رئیس جمهور افغانستان مطرح کردن، مخصوصا از لحاظ مجهز ساختن نیروی امنیتی افغانستان، زمانی که تفاهم نامه امنیتی به امضا میرسه این نگرانی ها رفع میشه؟ با سلام و درود به شما و بیننده تلویزیون همچنان دوستان حاضر اینجا. من فکر میکنم سوال که شما مطرح میکنین چند بود داره، باید هر بودش علایده طرفش سعی کرد. یک بود اساسی است که رئیس جمهور چرا ایتی یک مسئله رو مطرح میکنه در این وقت. با دومی است که آیا یک سوال واقعا از نظر پالیسی یک سوال قابل تطبیق است، یک سوال است که منعیسی یک گزینه در مروی مردم افغانستان و رهبری افغانستان است نیست. و سوال سوم همی است که خب اگر ما به این مسیر بریم چی میشه نتیجهش که بخش آه. اگر از آخرش من شروع کنم بخاطر که اصلا ببینید، اگر ما صرف نظر از اینکه ما امکانات داریم نداریم، اگر ما به این مسیر بریم بدون شک با مجردی که ما شروع کنیم به آرایش روابطی که برخلاف منفعت امریکا در منطقه و دنیا میریم، احتمالاً ما امرای امریکایی فاصله را زیاد کرده میریم و در چند سال آینده میره به مسیر سرد شدن. این کار را که یک بار دیگر در گذشته ما کردیم در زمان رئیس جمهور داود خان و کشورهای دیگر، یک از کشورهای که دمی نزدیکای کار کردن در 10 سال گذشته پاکستان. و این چیزی معمول است. معمولاً رهبرای دولت ها در یک مقطع زمانی تصمیم میگیرند خب به این مسیری که میریم دیگه نمیریم، حالا برمیگردیم. ولی سوال بسیار مهمتر و شیرینتری است که باید پرسان کنیم که میتونیم. بسیار سوال مهم است، به خاطر که از نظر سیاسی کاری را که نمیتونیم، گفتن از این که میکنیم نه تنها که موقفتن خوب نمیکنه، خرابم میکنه. حالا پیش از اینکه به یعنی آنچه که شما مطرح کردین که کار شوه یا امکان داره که شود یا نه، این بسیار مهم است که چه عوامل باعث شده که این گونه حرفا خطاب شود. شما مصاحبه رئیس جمهور افغانستان داشتین زمانی که به نشست سازمان ملل اشتراک کردن با یکی از رسانه‌های آمریکایی در مورد فساد عامل اصلی را در قراردادهای بزرگ آمریکا را خطاب کردن و اینجا آمدن مسائل دیگر را مطرح کردن به گونه انتقاد بر آمریکا. خب این سوال بسیار خوبتر و کلیدی‌تر است. ما سوال مطمئن نیستم جواب اصلی سوال چی است، مگر از سه حالت خارج نیست. حالت اولی است که رئیس به دولت سخت در با تجربه از ده سال گذشته فکر میکنن که با چانه زنی به این شکل امرای امریکایی ها میتونن بعض اهداف سیاسی را که برشان بسیار با اهمیت است تطبیق کنند، به خاطر میدانند که امریکایی ها یکی از نقاط اهداف یا منافع اصلیشان است، از او خاطر احتمالا گوش میکنند. به احتمال اغلب ایگب زیاد شاید باشه، به خاطر برداشت که من شخصا از شیوه برخورد رئیس دولت در 10 سال گذشته معمولا به این شکل عمل کردن، چی در سیاست های داخلی و چی در سیاست های خارجی. یکی حالا از منافعی که شما اشاره میکنین بیشتر شخصی است یا نکاتی که اینجا رئیس جمهور افغانستان نگرانی خود را مطرح کردن؟ حالا اگر چانه زنی به خاطر مجهز ساختن نیروی امنیتی افغانستان با اسلحه سنگین است، خب که اینجا منافع کل مردم افغانستان را در بر میگیره و اینجا باید مردم هم حمایت کنن از رئیس جمهور در این چانه زنی. چانه زنی معمولا چندین مسئله می باشه. مسئله فساد یک بود چانه زنی است که غربی اور زیاد مطرح میکنن. مسئله بس اصلا سلاح سنگین مفهوم اصلیش از نظر سیاستی است که ما میخوایم کمی حرفای خود به دل خود بزنیم. مفهوم اصلیش است، نمیخوایم بیشتر گوش کنیم اصل حرفش، یعنی دیگه کدام حرف چی نداره. اما از نظر نه نکته را که شما اشاره کردین که رئیس جمهور افغانستان
حالا یک بازی را آغاز کرده و چانه‌زنی میکنه به خاطر از اینکه منافع به دست بیاره. حالا منافع را اگر شما تعریف کنین که منافع رئیس جمهور بیشتر برمیگرده به خودش و علاقه ای که در نزدیکای رئیس جمهور افغانستان است یا ای که در کل منافع برمیگرده به تمام مردم افغانستان؟ واقعیت اصلیش نمیشه پیش بینی کنین، مگر تئوری تو براتون میگه. هر سیاستمدار اولین منفعت بزرگش به جا ماندنش در قدرت است. هر سیاستمداری که میگه که ما هی هدف اولم نیست، احتمالاً با کمال بزرگی غلط میگن. بنابراین اولین چیزی که میتونین حدس بزنین از نظر علمی منطقی که احتمالاً به خاطر بقای قدرت در یک سیستمی که از نظر خودشان منطق داره، سر ازی احتمالاً چانه‌زنی است. در محور دوم، حالا از نظر شما آنچه که رئیس جمهور افغانستان در پیش گرفته بیشتر برای خودش است. گفتم بازم اجازه بدین من تکمیل کنم. اول یک تئوری میست که احتمالاً در چانه‌زنی‌هایی که وزیر خارجه در چند روز گذشته سر رابط نظامی امرای امریکا در امرای هیلری کلینتون صحبت میکردن، من حدس میزنم که با در نظر داشت از رئیس دولت به شکل عمل در گذشته هم کرده، احتمالاً این چانه‌زنی‌ها اوقدر به مزاج ما برابر نبوده. احتمالاً آمریکایی‌ها حاضر نبودن بعضی از گزینه‌هایی را که رئیس دولت شاید مطرح کرده باشه که خب شما اگه نیره کار دارین دیوازش ما اینی دست شما میخواییم. شاید امریکا گفته خب ما ایره نمیتیم اتان. از خود قار هستن. بسیار به زبان ساده ایش. یک گفت دیگه ایشی است که افغان ها در مجموع، ما افغان ها بسیار زیاد مشهور هستیم در دنیا که برالاوه یک سر منافع شخصی خود فکر میکنیم، خصوصا وقت در رهبری میرسن بسیار زود متوجه منافع بزرگ میشن و منافع بزرگ ما کم میگیرن در سطح ملی. منافع بزرگ افغانستان چه مطرح است، خصوصا یکی از گپایی که بسیار زیاد گذشته مطرح شده، معمولا شما سلاحای بزرگ تعرضی را که کار دارین به خاطر حمله کار دارین. از نظر نظامی سلاحای تعرضی را وقتی میخواین که میخواین حمله بکنین. حالا شما شاهد سخنهای رئیس جمهور افغانستان بودین که این حرف را درست در کدام نکته مطرح کردن؟ زمانی که مسئله حملات راکتی از جانب پاکستان بله. مطرح شد. بله. این حال شما از این خاطر من فکر میکنم وابسته به مائده نظامی است. ببینید مائده نظامی احتمالاً برای چند سال آینده چالش های نظامی که در افغانستان بر امریکا مطرح است، در این منطقه بر افغانستان مطرح است، اول اینا رو باید درست نقشه بکنن که این چارچوب کات بندی کنن. اینی چالش های بزرگ بر هر دو کشور ایجاست. بنابراین تقسیم رول میکنن که اینی چالش ها رو ما تصمیم ما برش رسیدگی میکنیم، این چالش ها رو شما رسیدگی بکنید. از نظر منطقی مائده نمت یک ساختار باید داشته باشه. حالا بیاین این گونه مطرح کنیم، اگر این خواستای رئیس جمهور افغانستان که یکی از اونها را که امروز مطرح کرد که جزء از تفاهمنامه امنیتی باشه مسئله مجهز ساختن نیروی امنیتی افغانستان با اسلحه سنگین، در بدلش آنچه را که آمریکایی‌ها می‌خواهن یا در کل جامعه جهانی می‌خواهد میتونه دولت افغانستان برآورده بسازه؟ ببینید من اجازه خواستا بله. چی میباشه از جانب کشورها یا متحدین افغانستان؟ من دو دقیقه اجازه بدین من میام دیمیام به خاطر این سلسله رو باید تکمیل کنم. ببینید آمریکایی‌ها از روز اول برای ما موقف شانی بدن که شما هرگاه جنجالتان به حد میرسه که باید تعرض بکنین بالای کشور دیگه، او منایس یک سوپر پاور که همراهتان در یک مائده داخل میشن، احتمالاً اونا میخواین این تصمیم گیری را و همه امکانات را برای خود نگاه کنن. درست؟ برای ما انوز ما مثلا منعیس یک قدرت منطقه یا منعیس یک قدرت بر قدرت امرایشان مایده امزا نمیکنیم. ما منعیس یک کشور بسیار کوچک امرایشان مایده امزا میکنیم. بنابراین رول را که برای ما قائل هستن احتمال نظر خودشان کوچک است. از نظر ما هم کوچک است. و اگر ما به این قانع نیستیم احتمال در مقاطع چیزی که میخواد جواب سوال اصلی شما که میخواد بگم این است که یک روشی است که آقای کرزی از بود ملی فکر میکنه و اینا رو میگه که ما رو اجازه بدین کمک سرپای خود استاد باشه. ما فکر میکنم چانس از اینکه جربس باشه کمتر است، ولی جربس بسیار عمده تر که احتمال مطرح است انتخابات 2014 مطرح است. یک سوال بسیار کلیدی که برای رئیس دولت، برای تمام طبقه نخبه افغانستان و برای آمریکایی‌ها مطرح است که اگر ما این مائده امضا میکنیم به خاطر ثبات از یکی از گپای است که سیستم سیاسی در افغانستان ثبات پیدا میکنه، دوام پیدا میکنه، به چی شکل است؟ در این مورد بحث میکنیم. آقای سجادی، آیا واقعا اینجا زمانی که رئیس جمهور افغانستان خواستار مطرح میکنه میشه اسمش را گذاشت که چانه‌زنی را خواست کرده؟ و اگر به نظر شما رئیس جمهور افغانستان این چانه‌زنی را انجام میده و ایر روی دست گرفته، بیشتر به خاطر منافع خودش است یا اینکه او مسائل را مطرح میکنه که بیشتر سود مردم هم است، اینا مطرح است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. باز سلام خدمت شما بینندگان محترم. ببینید اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزای یک بخشش برمیگرده به چالش هایی که در مناسبات سیاسی افغانستان و ایالات متحده آمریکا وجود داشته از دیر زمان و تا کنون هم وجود داره. بخش دیگرش ممکنه برگرده به بحث‌های اخیری که بین ایالات متحده آمریکا و افغانستان بر سر امضای قرارداد امنیتی دو جانبه وجود داره. اول میخوام یک اشاره کوتاه بکنم برای اینکه مجموعه اظهارات آقای کرزای اگر ما بخوایم تحلیل بکنیم سه چیز رو برای ما نشان میده، یعنی سه نکته ازش برداشت میشه. نخست اینکه نسبت به رویه و رفتار و عملکرد ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان دیدگاه انتقادی داره و این دیدگاه از مدت ها قبل وجود داشت، گاهی فروکش میکرد، گاهی تندتر میشد، امروز هم یک بار دیگر اینجا فکر میکنیم که واقعا ضعفایی را که آمریکا داشته رئیس جمهور افغانستان به اساس همین ضعف ها انتقاد میکنه یا خواستای مطرح است؟ ببینید این طبعا نمیشه این سوال رو به صورت دقیق جواب داد یا از هم جدا کرد. طبعا هم خواست هایی داره و هم بعضی از دیدگاه هایی داره که احیانا سیاست گذاری ایالات متحده آمریکا را در مسیر و در راستایی که خودش میخواهد و یا باور داره با او نمیبینه. ولی من میخوام روی این تاکید بکنم که علاوه بر این نکته، نکته دومی که از اظهارات آقای کرزای در واقع به گونه استفاده میشه اینه که در رابطه با مناسبات سیاسی افغانستان و ایالات متحده آمریکا قرار بود ایالات متحده آمریکا به عنوان همکار استراتژیک افغانستان کارهای اساسی را در راستای حمایت و تقویت حکومت افغانستان انجام بده. آقای کرزای اظهاراتش نشان میده که این کارها انجام نشده و گویا هنوزم آمریکایی‌ها اراده تقویت حکومت او را نداره. استدلالی که آمریکایی‌ها همیشه با او استناد کردن این بوده که نسبت به حکومت موجود افغانستان اعتماد لازم وجود نداره. نکته خوبی را اشاره کردین. حالا اگر رئیس جمهور افغانستان حس کرده او خواستایی را که می‌خواسته آمریکا به انجام نداده، یکی از نمونه‌هایی را که رئیس جمهور افغانستان مثال زدن مسئله مجهز ساختن نیروی امنیتی افغانستان با اسلحه سنگین است. حالا می‌خواد که این راستا را به شکل قانونی و به شکل مائده‌ای که مطرح میشه این را بگنجانه و از آمریکا بخواهد. درست این حرکت رئیس جمهور افغانستان همین طور است که حالا می‌خواد به شکل اساسیش از آمریکا بخواهد که چیزی را که وعده می‌سپاره انجام بده. نمونه شما مطرح کردیم که مسئله مجهز ساختن نیروی امنیتی افغان. خب ببینید هر دو مورد، هم بحث تجهیز اردوی ملی و نیروهای امنیتی افغانستان به سلاح‌های سنگین، هم بحث مقابله با تهدیدات خارجی که متوجه حاکمیت ملی افغانستان است، مسئله راکت پرانی های پاکستان، در هر دو مورد هم انتظار مردم افغانستان و حکومت افغانستان و شخص آقای کرزای و هم توافقات دو جانبه ایجاب میکرد که ایالات متحده آمریکا در این دو راستا قدمهای عینی‌تر و جدی را برداره. ما از این طرف نقد میکنیم که بالاخره آقای کرزای اهداف پشت پرده را در اظهاراتشان در چی میبینیم، یعنی چی هست، چی چیزی باعث شده که چنین اظهارات بکنه. اما واقعیت است که آقای کرزای با مطرح کردن این مسائل خوب تونسته به نوعی بعضی سخنهای را مطرح بکنه که در ذهن افکار عمومی مردم افغانستان به خصوص مخالفان سیاسی است که آقای کرزای میخواد اونها رو به پای میز مذاکره بکشونه. خب بالاخره اگر خواستای رئیس جمهور افغانستان در بعد امنیتی جا میگیره در تفاهمنامه امنیتی، چقدر فکر میکنین که واقعا آمریکا این خواستا را براده میسازه در طول 11 سالی که نکرد و امروز رئیس جمهور افغانستان انتقاد میکنه؟ خب ببینید من میخوام ترس کنم که اول ما یک ارزیابی بکنیم که آیا سخنان آقای رئیس جمهور واقعا با واقعیت موجود در کشور ما سازگاری دارد یا ندارد. من فکر میکنم که اکثریت ما میپذیریم که سازگاری دارد، یعنی این که در طول مدت 10 سال حضور ائتلاف بین المللی و آمریکایی‌ها در افغانستان به تجهیز اردوی ملی افغانستان به سلاح‌های پیشرفته و مدرن منجر نگردیده است. یعنی اینکه در یک سال راکت پراگنی پاکستان علارغم امضای معاهده استراتژیک افغانستان با آمریکا، آمریکایی‌ها هیچ واکنشی در برابر پاکستان خود نشان ندادند، در این دیگه شک و تردیدی وجود نداره. حالا بالاخره اگر در قالب تفاهم‌نامه این خواست مطرح میشه، چه ضمانتی وجود داره که به سرنوشت پیمان راهبردی پیش از این امضا شد چهار نمیشه؟ متاسفانه خب همیشه این گونه است که در تعاملات بین المللی سیاست خارجی همه کشورها بر مبنای منافع ملیشان استوار است
و تا اونجایی که علاقمندی و منافعشان ایجاب بکنه با جدیت تمام گام خواهند برداشت. در جاهایی هم میرسه که یا با سکوت یا با اهمال کاری ممکنه روبرو شوه. هیچ تضمینی وجود نداره. ما و شما پشت همیم از قبل از امضای قرارداد استراتژیک با آمریکای سخنا را داشتیم که اگر اراده جدی از سوی ایالات متحده آمریکا برای کار کردن با حکومت موجود افغانستان وجود نداشته باشه، امضای قرارداد هیچ سودی را برای تقویت حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی ما نخواهد داشت. بنابراین آنچه که عین همین قضیه ما در مورد معاهده دوم هم آنچه که از آب درآمده، پس شما انتقاد میکنین که ایالات متحده آمریکا با امضا کردن پیمان راهبردی با افغانستان او توقعاتی را که افغانستان داشت برآورده نساخته، و امروز آیا واقعا او ابزار حکومت افغانستان به دست داره که اگر این تفاهمنامه امنیتی هم به امضا برسه تمام مواردش جنبه عملی پیدا میکنه؟ خب اول خب متاسفانه ما یک سری مشکلات را داشتیم در آغاز، قبل از اینکه ما بالاخره آمریکایی‌ها را متقاعد بسازیم و باورمند بسازیم برای حمایت از افغانستان در مقابله با تهدیدات خارجی و منطقه‌ای. ما نتونستیم این ظرفیت را در خود ایجاد بکنیم، این نقد بر ماست. اما در طرف مقابل این نقد دیگه ای که وجود داره که متوجه ایالات متحده آمریکا است، ایست که به هر حال بعد از یک سال با گذشت امضای قرارداد استراتژیک بین دو کشور هنوز ما شاهد کدام اقدامات جدی برای همکاری و جلوگیری از تهدیدات خارجی نسبت به افغان‌ها نیستیم، در حالی که بر اساس امضای قرارداد ایالات متحده آمریکا متحد گردید که باید در برابر تهدیداتی که از بیرون حاکمیت ملی افغانستان را به چالش مواجه می‌سازد مقابله خواهند کرد. و حال سوال شما است که خب ما تا حالا اگر نتونستیم چه تضمین وجود داره که از این بعد یک چنین چیزی اتفاق بیفته؟ خب ابزاری وجود داشته باشه به خاطر فشار وارد کردن. دقیقاً ما چه ابزارهایی را داریم؟ مهم است که ما چه ابزارهایی را داریم که بالاخره با استفاده از این تعهدی دو جانبه ای که ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان داره طرف رو متقاعد بسازیم بر اینکه در پالوی افغان‌ها بیسته در برابر مقابله با تهدیدات خارجی و حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان رو تقویت بکنه. ما فکر می‌کنیم که دو تا مکانیزم بیشتر نداریم. یک مکانیزم است که به هر حال در چانه‌زنی‌های سیاسی در تعاملات سیاسی ما باید به گونه بستر را فراهم بسازیم که حداقل رضایتمندی جانب مقابل ایجاد شود. و بحث بی‌اعتمادی را که عرض کردم، بحث حکومتداری، اونا استدلالشان در خیلی از موارد است که به هر حال حکومتداری افغانستان به گونه ای نیست که خواستهای ما را برآورده کرده باشه، شفافیت در اداره، حاکمیت قانون، توانمندی و ظرفیت و امثال اینا درش وجود نداره. حالا شما فکر میکنین که این نکاتی که بیشتر مورد انتقاد آمریکاست اینا پر شوه و این نکات مشکلش حل شوه، بعدش به عنوان ابزار بوده میتونه که خب این مشکلات حل شد باید آنچه را که شما وعده میتونید انجام بدید؟ من دقیقاً میخوام روی ازی تاکید بکنم که ما تا زمانی که نتوانیم یک توانمندی و قدرت ملی را در داخل افغانستان در حکومتداری خود نتوانیم تمثیل بکنیم، تمام قراردادهایی که امضا خواهد شد هیچ پشتوانه و ضمانت اجرایی نخواهد داشت. فرهنگ، اگر رئیس جمهور افغانستان تصمیم برای گرفته که خب خواستای خود را یا خواستایی که بیشتر دولت افغانستان برش نیاز داره از طریق یک تفاهمنامه یا پیمان ها از آمریکا به دست بیاره، چیزهای اساسی دیگه که رئیس جمهور افغانستان میخواد که از طریق تفاهمنامه به دست بیاره چه موارد است به نظر شما؟ خب چند نکته که واضح شده که ایجاد پایگاه مشترک و رئیس جمهور افغانستان اخیرا اشاره کردن که میخواین که آمریکا نیروی امنیتی افغانستان را مجهز با اسلحه سنگین بسازه، نکات دیگه ای که نیازمندش هستیم چه موارد است؟ با عرض سلام به شما و میهمانان گرامی و تمام بینندگان محترم، وقتی که 10 سال پیش 11 سال پیش افغانستان شروع کرد به این که تمام ابعاد زندگی خود را که در اثر جنگ ها از بین رفته بود پس اعمار مجدد بکنه، این یک تقسیم بندی صورت گرفت که در هر بعد چی کارهای باید صورت بگیره. در سایه اقتصاد مثلا کنفرانس توکیو شد، پروگرام های اونجا پیش شد، نظریات داده شد و جامعه بین المللی او را تمویل کرد و در کنفرانس های بعدیش در سایه اقتصادی گفتن این کار را میکنیم. در سایه حقوق بشر، مبارزه با مواد مخدر، دیگه پروگرام های ساخته شدی که عملی نشد، باز پسان دنیا روی گشتانند و شرایط دیگه ماندن، اما این پروگرام ها کلش طرح شد.
موضوع صحبت امروزی ما و شما بیشتر سر موضوع نظامی و امنیتی است، چرا که نطق دیروز یا کنفرانس مطبوعاتی دیروز رئیس جمهوری افغانستان بیشتر بالای همین نقطه چرخ میخورد که ما مورد تجاوز قرار گرفتیم و نمیتانیم، یک نوع اظهار عجز و ناکامی بود که ما نمیتانیم، وسایلش نداریم که در مقابل حملاتی که بر ما صورت میگیره مقاومت کنیم، چرا فاقد تجهیزات هستیم. ولی هازا حتی یک اندازه تهدیدآمیزی به گوش ما خورد که اگر ایالات متحده امریکا بر ما کمک لازمه را نکنه بر مقابله با این حملات، ما مجبور میشیم که از کشورهای مثل چین و روسیه یا هند خریداری کنیم. اینی نقطه اساسی است که فعلا طرف بحث است و فکر و ذهن نه تنها رئیس جمهور بلکه تمام افغان‌ها را به خود ای مشغول ساخته که حالا ما چی میکنیم وقتی که قوای بین‌المللی افغانستان میره، در می بعدش ما چی میکنیم. بود اقتصادی یا شال کنار میگذاریم برای اینکه باز بحث بسیار پروگنده میشه. حالا به نظر شما بله. در طول 10 سالی که به نظر رئیس جمهور افغانستان هم این کار را آمریکایی‌ها انجام ندادن، حالا رئیس جمهور افغانستان میخواد که امین نکته را شامل تفاهم‌نامه امنیتی بسازه که اینا مجبور شون که امنیت افغانستان بسازن. مثلا این نکته میامدم که خب توافقنامه بین افغانستان استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا به امضا رسید، کنفرانس دوم توکیو صورت گرفت، در اونجا جامعه بین المللی تعهد کردن با شروط شرایطی که ماندن که اگر این شرایط برآورده شود ما 4.1 میلیارد دلار سالانه به افغانستان میتیم برای اینکه بازسازی خود پیش ببره، اما در قسمت امنیتی ما کار میکنیم که در تا 2014 بالاخره همین پیمان امنیتی هم به امضا برسه و به اساس او با افغانستان از نقطه نظر امنیتی و ثبات هم یعنی پشتیبانی ایالات متحده آمریکا را داشته باشه. اینا سری از این میچانه زدن شروع میشه. اساسات خو ایره با شما کل ما میفهمیم که هر نوع مذاکرات در هر جای دنیا ولو که مذاکرات بین دو کشور دوست هم باشه، چانه زنی مابینش همیشه موجود است. چرا هر کس کوشش میکنه که از مذاکرات منفعت زیادترین برای خود توری بیاره که به طرف مقابل بسر طرف مقابل تخریش هم نکنه و هر دو طرف افغانستان باید این مهارت داشته باشه که همراه آمریکا به می ترتیب پیش بره. اینا وقتی که تا سال 2014 سر مسائل امنیتی، سر تجهیز اردو، سر آموزش پلیس و مخصوصا نظر کیفی مذاکرات صورت میگیره، یعنی می چانس کوچک است به نظر من در ظرف یک نیم سال دیگه تا دو سال دیگه بگویم که افغانستان بتانه که قوای امنیتی خود به او پیمانی قوی بسازه و مجهز بسازه که بتانه در مقابل اینمی حملاتی که از طرف پاکستان امیال صورت میگیره عرضی وجود کرده بتانه و رئیس جمهور ما مجبور نشه که در مقابل مردم افغانستان بگه که ما این توانایی نداریم. مشخصا آنچه که من مطرح کردم بله. آقای فرهنگی است که حالا این به عنوان یک نقیصه مطرح میشه که بله. تا این جای کار حکومت آمریکا به عنوان متحد اصلی افغانستان نخواسته یا ای که این کار را انجام نداده که نیروی امنیتی افغانستان با اسلحه سنگین مجهز شدن و رئیس جمهور افغانستان هم اشاره میکنه که بنا به این مشکل هم ما نتونستیم که پاسخ پاکستان را بتیم با آنچه که بله. انجام میده. حالا رئیس جمهور افغانستان بله. میخواد امی نکته را یا امی ضعف را وارد تفاهم نامه بسازه که ایر از آمریکا به دست بیاره. من فکر میکنم که در اینجا رئیس جمهور افغانستان مسئول نیست، پیش ما مسئول نیست. برای اینکه ما چی از این برمه معلوم است می تاریخچه که اردوی افغانستان عین مثلا 2002-2003 چطور پس تقویه شوی از پیش نظر می خدمتش گذشته در کابینه و در حکومت. در اوایل امریکایی‌ها به 70 هزار نفر اردوی افغانستان می گفتن یک نفر دیگه زیادتر از این شما ضرورت ندارین. آهسته آهسته با بسیار مذاکرات و با بسیار استدلال های عجیب و غریب بالاخره اینا مجبور شدند که اردوی افغانستان تا به این پیمانه قبول کنند. وقتی که حملات اینا زیاد شد آهسته آهسته متوجه شد. از او خاطر است که امروز وقتی که رئیس جمهور افغانستان میگه که ما توانایی از این نداریم که در مقابل حملات خود ما مقاومت بکنیم، پس ملامتی رو یک رقم بالای امریکایی‌ها و بالای از کشورهایی که به اینجا آمدن میخوان کمک کنن مندازه و به حق مندازه. برای اینکه هیچ وقت اونا گپ ما را که ما به چی چیزا ضرورت داریم و چطور میتونیم از خود باز دفاع کنیم و ضرورت به شما نداشته باشیم، امور عملی نساختن. اگر او را عملی نساختن، فکر میکنین که ضعف ها در کجا بوده که متحد افغانستان با جمع متحدین دیگه‌اش که اعضای ناتو هستند
در افغانستان حضور دارن و به خاطر تامین امنیت افغانستان کار میکنن و سرمایه گذاری کردن روی نیروی امنیتی افغانستان تمویل میکنن اینا را. چطور این نکته که بیشتر قابل اهمیت است ای دور نگاه داشته شده؟ یعنی ما فکر عالی یعنی توجه نکردن از نظر عالی که من میبینم بعد از این شیب فرازهایی که در روابط بین افغانستان و امریکا و بین امریکا و پاکستان رخ داد و امریکایی‌ها سری مسائل بیشتر فکر کردن، یه دفعه بالاخره به این نتیجه رسیدن که تمام ما مشکلات از پاکستان میآید، پاکستان مرکز تروریسم است. باز واقعاتی که شد بالاخره پاکستان با مهارت خود تانست که ذهنیت امریکا رو تغییر بده. پاکستان حتی نزدیکی را با روسیه و با اینا در پیش گرفت. حالا شاید امریکایی‌ها در مقابل اینطور یک انتخاب قرار گرفته باشند که بین افغانستان و پاکستان باید ما یک انتخاب بکنیم که کدام دوستی و تقویه کدام یک از این دو مملکت خوبتر ما را میتونه بر اهداف ما که عبارت از آوردن امنیت در این منطقه باشه برسونه. ما ایستا به نظر شما نظر پیدا 11 سال یا 10 سال گذشت تا جای کار آمریکا ارزیابی میکرد که خب یا موازنه میکرد که کدام کشور میتونه که خوبتر با عنوان متحد کار کنه، بالا میخواد که نتیجه گیری کنه و انتخاب کنه کدام کشور، افغانستان یا پاکستان. در اوایل تو نبود، در اوایل یعنی اون چرا که شما متکردین در غرب فکر میکردن که پاکستان بر ما مهم است و گپای ما را قبول نداشتن وقتی که ما میگفتیم که پاکستان مرکز تروریسم است، همیشه رد میکردن میگفتن مثل که اون چرا که من مطرح کردم آقای فرهنگ این بود که آمریکا 10 سال تمام منتظر ماند تا ای که فکر کنه که کدام بهترین است به خاطر متحد. نه، امور ما برای شما میگم که در اوایل طرف پاکستان گرفته بود. وقتی که با تصادم با پاکستان شد متوجه شدند که افغان‌ها حق دارن پاکستان مرکز تروریسم. حالا چه زمانه؟ پس از چند سال؟ پس از چند سال حضور مشخصا. این مشخص پس 5-6 سال بود. یک دو سال میشه که اینا متوجه شدن، دو سال پیش، دو نیم سال پیش متوجه شدن که نه اولین گفتارشان و چایشان هم موقف گیریشان همی بود که پاکستان مرکز پخش تروریسم در جهان است. بسیار کوتاه اگر اشاره کنین آقای فرهنگ، پس از دو سال هم اگر اینا متوجه شدن چطور نخواستن که خلا را پر کنن؟ خب این یک موضوعی است که در به این دوره 12 سال یا 10 سال یا 11 سال که ما مد نظر بگیریم، در دو سال که نام متوجه شدند که باید است که این خلا را مقابلش را بگیریم و یه پر کنیم، این یک فاصله بسیار کوتاه بود. اما بسیار زود پس تغییر موقف دادند. ما امروز به یه عقیده رسیدیم که یک مدت کوتاه اینا متوجه شدند که پاکستان مرکز مشکلات است، اما پاکستان تانست که پس اینا رو به این مفکوره بگردانه که نه افغانستان اینجا مشکلات است، شما همراه ما همکاری کنید و امریکایی‌ها هم شاید که آهسته آهسته به می طرف برن. سپاس همکاران ما اشاره میکنن که وقفه داریم، پس از وقفه این بحث همچنان ادامه دارد. باز هم خوش آمدید. حالا میپردازیم به دیدگاهتان که از طریق صفحه فیسبوک کنکاش با ما شریک ساختیم. آقای عتیق‌الا یلوچی نوشته است: اگر آمریکا در تجهیز نیروهای امنیتی سستی یا هم دوگانگی میکند و نیز در مقابل تهدیدها در دفاع از تمامیت ارضی کشور همکاری نمیکند، باید دولت همکاران بدیل داشته باشد. اینا یک نکته مشخص میسازند که رئیس جمهور افغانستان مجبور میشه که بدیل انتخاب کنه اگر آمریکا اسلحه سنگین برای نیروهای امنیتی افغانستان خریداری نمیکنه یا نمیفرسته. آقای قادری نوشته است: فرض کنیم که آمریکا اجازه خریداری اسلحه را داد، آن وقت با کدام بودجه اسلحه را از کشورهای نام برده خریداری میکنید؟ اینا بزرگترین مشکل افغانستان را اشاره میکنند که خب اگر آمریکا هم اجازه خریداری اسلحه را بر افغانستان از کشورهای دیگه که غیر از جمهور بر اشاره کردن بته، بعدش با کدام پول؟ دقیقا اینا نشست شیکاگو را اشاره میکنند که اونجا بود که جامعه جهانی مخصوصا آمریکا بزرگترین پول را بر خریداری یا تمویل نیروی امنیتی افغانستان پرداخت کرد. و نثار احمد عادل نوشته است: این همان فرمولی است که داوود خان به کار برد، اما جز بدبختی چیز دیگری به دست نیاورد. البته اشارهشان به حرفای رئیس جمهور افغانستان است که فکر میکنند که رابطه افغانستان و آمریکا حالا عادی نیست و اگر افغانستان متحد خود را از دست بده میتونه که باعث بعضی از نگرانی ها در افغانستان شود. آقای رحمانی، میخوایم سوال اول که اینا هم به شکل مطرح کردن که گفتن که خب اگر آمریکا اینجا هم کاری نمیکنه، خب حکومت افغانستان مخصوصا رئیس جمهور افغانستان مجبور است که بدیل در منطقه انتخاب کنه. آیا فکر میکنین که افغانستان توانایی برای انتخاب بدیل یا پرداخت پول برای خرید اسلحه داره؟
سوال بسیار مقبول. این به نهایت گپ خوب است و همه همیشه بدون از اینکه امرایی که صرف نظر از اینکه امرایی که مایده انظام میکنیم چقدر بر مقابل اعتماد است همیشه بدیل داشتن بهترین کار است در سیاست. هیچ وقت بدون بدیل خود نمیگذاره. این جزء سیاست عاقلانه است. اما یک دفعه بازم اجازه بدین یک دفعه سری نکته بپردازیم. هدف اصلی چی است؟ بر مردم افغانستان بسیار مهم است بدانند هدف اصلی چی است. ببینید شما هیچ رایی ندارین که ذهن رئیس دولت را بخونید. ولی دو چیز امکان داره پیشتان. یکی در چارچوبات تمام حرفایشان صحبتشان سعی میکنین بعد سعی میکنین در کجا و برای کی را مطرح میکنین از روی به زور میتونین تا حدود نظریات علمی استفاده کرد حدس بزنین احتمال نظرشون چیست. ببینید اگر رئیس دولت جربه سر یک تال شما داشته اگر هدفشان صلاح تعرضی بر اردوی افغانستان است که بین حد گپ خوب است. ببینید اگر منطقی فکر کنین روزی که عمله بالای افغانستان شروع شده بود ما مایده استراتژیک داشتیم همون روز امریکا استاد میکنند ما هم نداریم در مایده استراتژیک ما امروز شما یک سال زدیم به نتیجه رسیدیم. یکی از مایدات چیست که یکی از بندهایش است که وقتی ما تحت تعرض قرار میگیریم شما باید اگر عمل میکنید خوب نمیکنید فردایش میستاد میشن میفتن ما این مایده رو فسخ میکنیم یه عمل کار نمیدن خوب است؟ این قدر دیر هیچ بطرا نشد. مسئله دوم امریکایی ها از روز اول میفتن ما سالای تعرضی جز فرمول های بسیار کلان امنیت منطقه و جهان در سطح یون مطرح سالای تعرضی به اساس بسیار محاسبات بزرگ به کشور خرید و فروش میشه. بریم خیلی سوال چیست؟ یک بسیار شیرینی است که رئیس یعنی شما بخواین این نکته را اشاره کنین که آمریکا حاضر نیست که بر افغانستان سلاح سنگین تهیه کنه. ببینید حاضر بودن نبودن مطرح نیست. شرایط زو لازم است که بگیرین شما سلاح سنگین. بالاخره شرایطی را که مطرح میکنین اجازه نمیده بر آمریکا. او شرایط ما فعلا نداریم بسیار ساده است. مگر اجازه بدین چیزی بشارم رئیس. اگر رئیس دولت اجازه بسه به می زبان در درون وایت هاوس امرای رئیس جمهور آمریکا مطرح میکردن ما بزیاد فکر میکردم که منافع افغانستان جدی مطرح است. ولی وقتی در از طریق رسانه ها به مردم عادی افغانستان را مطرح میکنن منطق عادی ایتون میگه که احتمالا او فکر نیست. فکر چی است؟ آقای کرزای احتمالا میخواین بر امریکایی ها بگوین که اگر شما حرف مرا گوش نمیکنید مردم افغانستان مستم که کنترل میکنم اگر نبودم در جانتان بلا جور میشه. و به این شکل اگر ما پیش میریم بسیار بازی خطرناک شروع کردیم. ما میخواهیم موقف خود هوایی که ما میتونم این مردم را کنترل کنم دیگه نمیتونم و به شکل از اشکال مردم را به شکل بالای مسائلی که خیلی میلیست و خیلی با اهمیت است مردم ما زود احساساتی میشن و عمل میکنن و امریکا از این میترسن. همکاران اشاره میکنن که مشکل در صدر شماست و شما برمیگرده. آقای سجادی میخواهیم امین و پسر با شما مطرح کنم که چقدر فکر میکنین واقعا افغانستان توانایی انتخاب بدیل را داره؟ خب اگر بدیل های برای تهیه اسلحه یا فروش اسلحه پیدا میکنه توانایی چقدر است که امروز رئیس جمهور افغانستان از خریداری حرف میزنه؟ اگر اونا افغانستان توانایی خریداری را هم نداشته باشه بدیل هایی را که اینا انتخاب میکنه مثلا روسیه، چین، هند اینا حاضر هستن که بیان یعنی به صورت رایگان در اختیار افغانستان قرار بدن چیزایی را که حکومت افغانستان میخواد؟ خب ببینید اصلا بحث گرفتن اسلحه به صورت رایگان از چین و هند و روس را آقای کرزای مطرح نکرد بحث خریداری اسلحه را مطرح کرد. من هم در آغاز گفتم که اینا مسئله خریداری را مطرح کردن اما توانای افغانستان مطرح است. ما آنچه را که داره باید صحبت بکنیم چون شما فرضی گفتید که اونها آیا مفت اینا میگذاره در اختیار افغانستان یا نه؟ نه بس خریداری بود. خب ما ببینید اما من گفتم با توجه به یک نکته حکومت افغانستان توانایی در خریداری اگر نداشته باشه درسته. من میخوام یه عرض کنم خدمت شما. وقتی ما پذیرفتیم که آقای کرزای سیاست میکنه و این اظهارات هم اظهارات یک سیاست مدار است بر سر چانه زنی با یک همکار استراتژیکش به نام ایالات متحده آمریکا باید بپذیریم که تمام آنچه را که آقای کرزای مطرح میکنه نه قابل اجرا خواهد بود و نه نیت اجرایی وجود داره. بخشی از اظهارات سیاستمداران در اعلام سیاست خارجی و چانه‌زنی‌هایشان بیشتر برمیگرده به امتیاز گرفتن از طرف مقابل با استفاده از بازی‌های زبانی با استفاده از حالا سیاست تشویق یا تنبیه یا تهدید. من این رو بیشتر یک نوع تهدید می‌دانم و این تهدید الزاماً
به جایی نخواهد رسید که عملی شود. نه ایالات متحده آمریکا برایش قابل قبول است که افغانستان به این سمت حرکت بکنه بعد از این همه سرمایه گذاری ها، امضای معاهده استراتژیک، حضوری بیش از 11 سال و حضوری دراز مدت که قرار است داشته باشه و نخواهد گذاشت. حالا بیان واضح بسازین نکته ای را که پیشتر هم برش اشاره کردین در حرفای بعدیتان که خواستای اینجا نهفته است. بازیان رئیس جمهور افغانستان چی میخواد زمانی که حرف را مطرح میکنه؟ یا به نظر شما خب تهدید میکنه؟ ببینید، من به نظر میرسه که یک بخشی از سخنان رئیس جمهور افغانستان بیشتر مصرف داخلی داره با توجه به افکار عمومی جامعه افغانستان. سخنان آقای رئیس جمهور در نقد سیاست‌های غرب و ایالات متحده آمریکا برای اکثریت مخاطبانشان میتونه جذابیت و مقبولیت داشته باشه، چون همطوری که قبلا هم اشاره کردم همه ما دلخور هستیم و ناخرسند از نوع تعامل ایالات متحده آمریکا با افغان‌ها، چی در رابطه با ارتقای ظرفیت اردوی ملی و نهادهای امنیتی افغانستان، چی در رابطه با عدم همکاری در مورد مقابله با مداخلات پاکستان و راکت پرانی. اما چقدر فکر میکنین واقعا اگر این رابطه از آن چه که هست خرابتر شود به ضرر افغانستان؟ من میخوام دقیقاً نقطه دومی که میخواستم هم اینجا بگم که پس بنابر این سخن، سخن مقبول و مورد پذیرش افکار عمومی است و سیاستمدارا هم ما را سعی میکنه بعضی موارد نکته های را مطرح بکنه که در بین افکار عمومی جایگاه و نفوذ خودش را باز بکنه. اما به چی بها؟ این سوال اساسی است، چون افکار عمومی در خیلی از موارد نگاه استراتژیک و جدی نسبت به منافع ملی و منافع کلان یک کشور نداره. اینمی انتقادات و نارضایتی ها خواست یا حرف دل خیلی از افغان هایی است که در این سرزمین زندگی میکنند. اما آیا از او طرف خواست دل پاکستان هم هست یا نیست؟ این یک سخن استراتژیک است. یعنی ای که در طول مدت زمانی که ما از پیمان استراتژیک صحبتش مطرح بود تا 8-9 ماه قبل که پیمان استراتژیک به امضا رسید و به تصویب رسید، امضای قرارداد استراتژیک بین افغانستان و بین آمریکا هیچ گام مطلوب اسلام آباد نبود. داشتن روابط نیک و جدی بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا هیچ گام مطلوب اسلام آباد نیست. بنابراین از این طرف هم این نگرانی وجود داره که اظهارات و تهدید و به هر حال فراز و نشیب هایی که در اظهارات رئیس جمهور با ایالات متحده آمریکا وجود داره در بعضی از موارد اجتناب نپذیر است با توجه به تیپ شخصیتی آقای رئیس جمهور. اما در برخی از موارد من فکر میکنم که ناگزیری های هم وجود داره، یعنی ای که به هر حال فشارهایی که وجود داره و ای که به هر حال برای آقای کرزای اطرافیانش هم این قضیه رو مطرح میکنه که بالاخره ایالات متحده آمریکا در پارلمان مطرح شد که خب اگر قرار است که ایالات متحده آمریکا از در برابر راکت پرانی پاکستان و افغانستان کمک نمیکنه، پس امضای قرارداد استراتژیک به چی معناست؟ پس چرا این قرارداد لغو نشود؟ ببینید این فشارها هم هست که بنو آقای کرزای میخواد نشان بده که من همراهی میکنم با شما. اما از طرف دیگر من فکر میکنم که به هم خوردن روابط و مناسباتی که بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا با وجود آمده از خواستهای اساسی اسلام آباد و پاکستان است و ما باید همین که اگر این رابطه بیشتر از پیش خراب شود آنچه که افغانستان از دست میده چی است؟ خب ببینید، من اول میخوام عرض کنم خدمت شما که ما یک نکته را در قسمت قبلی هم اشاره کردم، امیالی که بحث 2014 یا خروج قوت‌های خارجی از افغانستان مطرح میشه یک تشویش و نگرانی جدی در بین ما افغان‌ها به وجود آمده. اما باید بپذیریم صادقانه حضور 11 ساله جامعه جهانی و آمریکا در افغانستان به همون پیمانه و میزانی که ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار ارزشمندی را ایجاد کرد برای ما، هم در بُعد حاکمیت قانون و حکومتداری خوب بود، پروسه دموکراسی و توسعه، به همون اندازه از نظر روانی ما افغان‌ها تخریب شدیم. به این معنا که ما کاملا اعتماد به نفس و خود اتکایی رو فعلا سیاستمدار ما، وزیر ما، وکیل ما و خیلی حتی افکار عمومی جامعه ما از دست داده. حالا فکر میکنین کامل اصلی کی بوده وقتی که این همه چیز از دست داده شد؟ من فکر میکنم که عامل اصلی در یک بودش ای بوده که ما نتانستیم از این ظرفیت ها خوب استفاده بکنیم، سیاستمداران ما و حکومت ما. در بود دیگر هم طبیعی است ما نباید از بیرونی ها زیاد شکوه و ناله بکنیم، چون باید بپذیریم که سیاست بر مدار اخلاق و بر مدار توصیه های اخلاقی حرکت نمیکنه، بر مدار منافع ملی حرکت میکنه. اونا منافع ملی خود تعقیب میکنه ولی ما نتونستیم تعقیب بکنیم. آقای فرهنگ، زمانی که رئیس جمهور افغانستان از روسیه، چین و هند نام میبره به خاطر از اینکه خب اگر آمریکا خواستهاشون رو برآورده نسازه، این بدیل ها رو انتخاب میکنه. این
رابطه ای را که با افغانستان داره آمریکا چقدر صدمه میزنه؟ آیا هی حرف رئیس جمهور افغانستان برای کاخ سفید خوشایند است؟ من فکر نمیکنم که برای کاخ سفید خوشایند باشه، چرا که بیشتر گفته شد امریکایی ها بسیار سرزی فکر نمیکنن که افغانستان دارای سلاح تعرضی شوه. اما این یک اندیشه بسیار خراب است که پیش امریکایی ها وجود داره. افغانستان هیچ وقت یک سیاست تعرضی نداشته، افغانستان همیشه سیاست دفاعی از خود داشته. در یک مقطع بسیار کوتاه که یکی از کسایی که به فیسبوک اینجا پیغام روان کرده که دوره سردار داوودخان گفته بود، در اونجا هم افغانستان مسلح خود ساخت از طرف اتحاد شوروی، اما نه به منظور تعرض بلکه به منظور از اینکه یک مناقشه سیاسی بود و پاکستان در یک پیمان نظامی بود و افغانستان نبود، این یک حالت دیگه بود. اما حالت امروز ما مورد تعرض قرار گرفتیم. وقتی که مورد تعرض قرار میگیریم، باید است که ما امریکایی رو بفهمه که برای دفاع از تمامیت ارضی خود و از خاک خود و از ناموس و شرف و مملکت خود ضرورت داریم که معادل امو اصلی که توسط از او سر ما تعرض صورت میگیره چیزی داشته باشیم. اما آقای رحمانی هم اشاره کردن که زمانی که آمریکایی تصمیم را میگیره خطوط قرمز ایجاد میشه، یا اینکه خب خطوط قرمز وجود داره که آمریکا این کار انجام دادن نمیشه. خطوط قرمز در هر جای وجود داره، اما در جایی خطوط قرمز باید کشیده شوه که منافع هر دو طرف برآورده شوه، که هر کدامی که از او تجاوز کنن باز و منافع طرف دیگه تجاوز شده. خط قرمز معنیش هم ایست که تا اونو حدود در امی حاشیه منافع هر دو بر چی شدن برآورده شدن و تجاوز از او باز گپ خراب میسازه. اینا در امی قضیه که شما گفتین که و پیشتر هم یاد شد که امریکا نمیخواه که افغانستان دارای اصلی تعرضی باشه، این میگیست که می خط قرمز زده که اونا ازش تیر شدن، افغانستان یک موقعیت بسیار خراب قرار میدن. من در اینجا به رئیس جمهور افغانستان نه اون چرا که آقای رحمانی اشاره کردن که اینجا بنا به موجودیت خطوط قرمز آمریکا نمیتونه که افغانستان را از هر لحاظ تجهیز بسازه، یعنی کدام خطوط قرمز برای آقای رحمانی میشه اشاره کنه؟ اجازه بدین بشه. ببینین امریکا من هست یک قدرت بزرگ در دنیا، روابطش امرای قدرت‌های منطقوی خیلی محکم‌تر است با قدرت‌های که فراتر از منطقوی هستند. ببخشید با قدرت‌های فرامنطقوی بهتر بزرگتر از نسبت به قدرت‌های منطقوی و با کشورهایی که حتی قدرت منطقوی نیستن روابطش معمولاً ضعیف‌تر است از قدرت. این یک چیزی است ببینید که پیوسته پاکستانی ها از روز اول آنچه که به گوش آقای کرزی پیوسته از جنرال پرویز مشرف تا به حال همیشه میگن، میگن فراموش نکنین که شما این چند روزی را که امرای امریکا هستین، این خواب وار است، این میر امرای ما سرکار دارین. اگه یادتون باشه آقای کرزی خودشون هم یک دفعه مریض دارین تکنیک گفتن برشون گفتن که شما در دروازه دورانی داخل شدین پس چه من. ببینین چیزی که بسیار جالب است که با فکر کنین، با مجردی که ما مائده استراتژیک امضا کردیم، پاکستانیا به خاطر که برای افغانا بقبولانن که مائده تان قدر جدی نیست، شروع کردن تعرض. تو ببینین که از شما دفاع میکنه کس نمیکنه. ببین ما خود تو از او که دلیل بهتر بر جنگ کنر تا حال نیافتیم. بعد از او هم آقای کرزی هم فکر میکنه که خب از او خاطر پیشتر یک جزء گپاشون این بود که هدف جنگ شما در افغانستان چیست؟ تروریسم است یا هدف شما خاصن اشاره کردن که خب اگر مسئله شورشگری است اجازه بدین که مالش کنیم. بله. اگر تروریسم است خب لانهایش که اون طرف سرحد افغانستان است باید مورد اومد. خواست بزرگ افغانا در سطح رهبریش چی است؟ ما بیمه امنیتی میخواهیم. میفهمیم قوای امنیتی ما برای 10 سال 15 سال دیگه سر پای نمیشه، بیمه امنیتی کار داریم. بیمه ای که برای ما آمریکا میتن که بس نمی میاد. بیمه که برای ما میتن ما دو مشکل داریم. یکی که بیمه را ما خود ما نوز به طرف کم شک تردید سعی میکنیم، یکی همسایا برای ما دلیل میتن که برش باور نکنیم. گپ بزرگتر از اینکه ما در مقابل از این بیمه چیزی که از ما آمریکا میخواهیم، ما میخواهیم دو یک معامله سیاسی کمک مغرضانه تر بکنیم و این کل از این بسیار مغلق میشه. باید یا ما باید منافع بزرگ گوشه کنیم و منافع کمک کوچکتر گوشه و بالا خیلی سپاس. بسیار کوتاه اگر اشاره کنین که با توجه به خطوط قرمزی که شما اشاره میکنین وجود داره فرارای آمریکا، اگر رئیس جمهور این خواست خود را شامل تفاهم‌نامه بسازه، آیا آمریکا از این خطوط قرمز عبور میکنه یا نه؟ کوتاه اشاره کنین که بعدش برگردیم. بله. به هیچ وجه امریکا معادلات قدرت را در منطقه به خاطر یک خواست یک رئیس جمهور کشور بسیار کوچک تغییر نمیدن. خیلی سپاس. آقای فرهنگ، اینا رابط آمریکا را اشاره کردن که این رابط خطوط قرمز ایجاد میکنه. اما با تمام این تشریحاتی که داده شد بسیار علمی کلش منظم
تشکیل شد. من هنوز پیدا کردن نتانستم که خط قرمز در این موضوع، در این چیزی که ما بحث میکنیم، مسئله سلاح معادل حملاتی که سر ما صورت میگیره که افغانستان میخواد رو داشته باشه، خط قرمز پیدا کردن نتانستم. به ازی که اما یک نقطه اشاره کردن که رابطه آمریکا با دیگه کشور هاست. اگر آمریکا ای از طرح نقطه رو من میره به شما میگم که اینمی خط قرمز رابطه افغانستان با او کشور خراب شد. آمریکا اینمی خط قرمز را من فکر میکنم که پاکستان موفق شد که بین افغانستان و آمریکا در قسمت تجهیزات سلاح و غیر سلاح برای افغانستان این پاکستان بکشه. پاکستان سر ما با تمام سلاح پیشرفته خود تعرض میکنه، اما آمریکا ما را مانع میشه، برای ما چیزی نمیده، مجبور میسازه که رئیس جمهور افغانستان برای مهمای از جای دیگه میخریم. برای ازی که میگه که اگه این سلاح شما برای از دادین، پس پاک افغانستان میتونه مثل که ما داشتیم این قدرت یک وقتی مقابل برای ما یک خطر شود. یعنی پاکستانی ها موفق شدند که بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا در قسمت تجهیز اردوی افغانستان خط قرمز بکشند. ما خود ما نتانستیم این کارا که باز از او استفاده کردیم. سپاس. در آخر بس به عنوان جنبندی میخوایم که نکته را که رئیس جمهور افغانستان اشاره کردن در مورد از تفاهمنامه گفتن که در گام نخست مسئله قانونمند شدن حضور نیروهای خارجی را مطرح میکنن. این کار امکان پذیر است؟ یک دقیقه فرصت دارم. من فکر میکنم که مقصد قانونمند شدن حضور قوای نظامی قوای بین المللی در افغانستان چی است؟ پارلمان افغانستان را قبول کرده، ما یک پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا و بسیار کشورهای به امضا رساندیم، مراحل خود را طی کرده، فلهذا قانونمند شده تا یک اندازه زیاد. خواهش اجازه شما. ببینید آمریکایی‌ها آمادگی قانونمند شدن رو نداره. آمریکایی‌ها او قانونمندی که در ذهن آقای رئیس جمهور کرزای است، یعنی حاضر نیست که ساکرشان در افغانستان ما حاضر نیست با حکومت آقای حامد کرزای همکاری استراتژیک با افغان‌ها داشته باشه. دو تا دلیل بسیار عمده داره. هنوز آمریکایی‌ها در تواز در بلانس بین افغانستان و پاکستان نمیخواد پاکستان را از دست بده به هر دلیلی. یک اما آقای فرهنگ گفتن که حالا نتیجه گیری کردن افغانستان. نه من نظرم این است که هنوز هم ترجیح اونا با پاکستان است. البته در صدد جمع افغانستان پاکستان بود، ولی آلی نتانسته، نمیخواد پاکستان از دست بده. و نکته دومی که مهمتره به ما افغانها برمیگرده، پاکستان آمریکا ما را با پاکستان وقتی مقایسه میکنن نسبت به ما باوری لازم رو نداره نسبت به حکومت موجود افغانستان. آقای رحمانی شما ببینین، آمریکا سیاست استفاده جویی دارن در منطقه، بسیار واضح است. برای ما یگانه راهی که هست در مقابل استفاده جویی معقول بکنیم و خود از این محرکه بکشیم. اگر قرار شود در حالتی که ما دوست واقعی شاید اگر تمام دوستای خود قطار کنیم آمریکا بهترینش باشه، چون در منطقه هم دوست خوبی نداریم نظر به گذشته خود. در این حالت اگر در این یک مرحله اساس ما شروع میکنیم به مسائل بسیار کوچک بیشتر سر سیاست‌های داخلی افغانستان و سر فرمولای قدرت افغانستان زیاد فکر میکنیم تا مسائل بزرگترین اشتباه را میکنیم. نه تنها که هیچ کدام میکانیزم قانونی به سادگی قانون همیشه اگر قانونی هم شود تطبیقش بسیار یک سوال بزرگ است. برای ما بسیار مهم است از خواب غفلت بخیزیم، دیگر راه حل نداریم. من فکر نکنم ما رای حل خود در ایتو یک چانه زنی های امرای یک کشوری که امرای ما هیچ قابل مقایسه نیست، برای ما چانه زدن کار خوب نیست. کوتا در مورد حضور نیروهای خارجی که میخوان که قانونمند شود، ببینید قانونمند شدن نیروهای خارجی مایده استراتژیک نظامی که دمروی است بهترین ساختار برش است، اما در او قانونمند شدن مطرح نیست. ما منافع خود را باید تا حد امکان قانونمند شدن مطرح شود آمریکا میپذیره. آقای سجاده میگن که به هیچ وجه. ببینید آمریکایی‌ها بسیار علاقمند هستند به ما اینو بگن که در شما در کوتاه مدت ضرورت به امنیت دارین، ما ایوازش اینی چیز از پیشتان میخوایم و ما باید معامله را بکنیم. قانونمند شدن از این بالا هیچ منطق داشته نمیتونه. خیلی سپاس از حضورتان در این بس و همچنان از شما بیننده عزیز تا برنامه دیگر و فرصت دیگر. شب خوش. خدا نگهدار.